دوستای عزیز، فعلا در این قسمت از برنامه میریم مواد لازمه کلاب ساندویچ به تصویر میکشیم، ببینیم که چی نیاز هست تا بتونیم یک کلاب ساندویچ بسیار خوشمزه آماده بکنیم. خب امی گوشت سینه مرغ است در قدم اول که بسیار ضرور است و در ضمنش چپس است و زیتون است و امی آرد مخصوص خودش که است به خاطر سخاریش که در روغن بهتر پخته شود و تخم است و نانش است. ما امروز تصمیم داریم یک غذای بسیار خوشمزه را به تصویر بکشیم، اما قبل از او جا داره که بگوییم ما در کجا قرار داریم. ما امروز در ساحه کارتچار شهر کابل قرار داریم، جایی که مکان به گفته بعض دوستا جایی است که مکان آرامش است و ساحه کارتچار یک از مکانهایی است که بیشترین رستوران ها را به خود جا داده است و بهترین غذاها را همچنان به خود جا داده و ما امروز کوشش میکنیم یک غذای بسیار خوشمزه را به شما به تصویر بکشیم و اگر شما هم دوست داشتید میتونید در خانه هایتان آماده بکنید و نوش جان بکنید. پس خوب است که بریم غذا را به تصویر بکشیم. خب بینندگان عزیز، ما در داخل رستوران هستیم فعلا و با مسئول این رستوران میخوایم صحبت داشته باشیم که چند سال میشه این رستوران این آغاز به فعالیت کردن و از فعالیتشون چند سال میگذره. سلام و شما، وقت شما بخیر. سلام خور جان، وقت شما بخیر، سلامت باشین. ببخشید میشه خودتون معرفی کنید با بینندگان ما؟ خب نام بیبلا است، مسئول رستوران افغان چیکن هات پیزا میباشم. دیگه تقریبا 4 سال است که اینجا فعالیت داریم. بسیار عالی. شما با چقدر سرمایه ای رستوران را آغاز کردید؟ رستوران تا دیگه از سرمایه بسیار ناچیز شروع کردیم که بالاخره رشد کرد و از یک دکان بسیار خرد که یک برادرم بود و فعلا امریکاست یادش بخیر، دیگه رستوران تقاضای مشتری ها زیادتر شد، یعنی را کلان کرده رفتیم که بالاخره 3-4 دکان از یک جای کردیم، دیگه فعلا 40-50 هزار دلار سرمایه از دی. خب میشه شما بگویید که در رستوران شما چند نفر کارمند هست و همچنان جای برای خانم ها هم اختصاص دادید یا خیر؟ خب تقریبا 10 نفر کار میکنه دیجا، 10-12 نفر. برای خانم هم جای است، مخصوص فامیل هاست که این قسمت کسایی که میان نان میخورن جای آزاد بر فامیلا و خانوما جای آزاد داره، مشکل نیست. بسیار خوب. خب چطور است مراجعین، چقدر در کدام ساعت زیادتر در اینجا میایه؟ چون رستوران فست فود است، مشتری در تایمی که گشنه میشه می دلش جمع است که رستوران قابلی و کباب نیست که فقط چاشت باشد، دیگر شام در تایمی که بیا تا 11 بجه شب باز است نان میباشد، ساعتای چاشت معمولا زیادتر بیر بار میباشد که شام. خب او تو وقتی هم شده که کدام مشتری بیاید اصلا گشنه پس بر بگرده به خاطر از اینکه هیچ غذای باقی نمانده باشه، یعنی یک روز بسیار بربار باشه؟ نه خیر، نه همیشه آمادگی خود داریم که مشتری هر وقت میاد و غذا آماده میشه در ظرف 15 دقیقه یا 10 دقیقه دیگه مشتری هیچ وقت نشده گشنه بوده است. یک آن روزای اید که واقعا زیاد دیروار می باشه، اما تو یک حالت رخ داده یک دفعه دو دفعه دم 4 سال ایچه تو وقتی هم شده که یک آن مشتری با شما جنگ کرده باشه به خاطر از اینکه غذایتون خوشمزه نیست یا که زیاد تون شده باشه و ذوق مشتری نبوده باشه، یعنی مشتری فرمایش داده باشه که غذایتون نباشه، من مثلا زخم معده دارم و شما فکرتون نشده باشه به غذا بسیار تون آماده کرده باشید. امی رستوران تو ما کتاب فعلا اگر موفق بوده از نظر خود ما و از نظر مشتری های ما فقط همی بوده که خواست مشتری را شنیدیم، مشتری اگر انتقادی داشته دفعه بعدی آمده و جبران شده و بسیار وجه اصنش برش جور شده، دیگه همیشه راضی بوده مشتری های ما. میریم طرف آشپزخانه ببینیم که در آشپزخانه چه خبر است و چه گپ است و حتما شما هم دوست دارید که سر آشپز اینجا را ببینید و باش صحبت داشته باشیم به خاطر از اینکه یگانه موفقیتی رستوران مطمئن باشید که سر آشپز این رستوران همچنان میتونه باشه به خاطر از اینکه غذای خوشمزه را آماده میکنه. خب بینندگان عزیز، ما فعلا در آشپزخانه رستوران فست فود قرار داریم و با سر آشپز رستوران میخوایم صحبت داشته باشیم. سلام، وقت شما بخیر، میشه به بینندگان ما خود معرفی کنید؟ علیکم السلام. اول خو خیر مقدم میگم اومدن شما رو و یک سلام خاص به بیننده های عزیز، کسایی که ما رو میبینن به خصوص شما. اسمم نصیر احمد است، سر آشپز رستوران افغان چیکن هات پیزا.
بسیار عالی، خیلی خوشحال شدیم که با شما معرفی شدیم و همچنان قبلا رئیستان هم به ما گفتن که یگانه موفقیت این رستوران از برکت سرآشپز و همچنان کارمندای مسئولیت پذیر رستوران هست. دیگه میشه به ما بگویید که امروز میخواهید چی را به ما به تصویر بکشید؟ خب بسیار زیاد تشکر. امروز ما میخواهیم که یک غذای بسیار عالی که به نام کلاب ساندویچ است برای شما یعنی به نمایش بگذارم و بسیار غذای عالی است، مقوی است و بیشتر در اروپا و بخصوص در آسیا در ایران از این غذا استفاده میشه. خب چند سال میشه که شما این غذا را به منیوی غذاییتان جا دادید؟ تقریبا در حدود 3 سال میشه که در منیوی غذایی ما این جا دادیم. خب چطور از فرمایش مشتریان این غذا را دوست دارن؟ یعنی مخ و نامش تازه شنیدم، کلاب ساندویچ، به خاطر از اینکه تونوز نخوردم و دوست دارم که من همچنان یک بار نوشجان بکنم. انشالله در قسمت های اخیر برنامه از این غذای خوشمزه مستفید خواهد شد. خب دوستای عزیز، فعلا در این قسمت از برنامه میرم مواد لازمه کلاب ساندویچ به تصویر میکشیم، ببینیم که چی نیاز هست تا بتونیم یک کلاب ساندویچ بسیار خوشمزه آماده بکنیم. خب امی گوشت سینه مرغ است در قدم اول که بسیار ضرور است و در ضمنش چپس است و زیتون است و امی آرد مخصوص خودش که است به خاطر سخاریش که در روغن بهتر پخته شود و تخم است و نانش است. امی چیزای هست که یعنی ضرورت از برش. خب این مواد لازمه که شما به معرفی گرفتید، گفتید زیتون هست، چیپس هست و همچنان آرد مخصوص هست، سینه مرغ است، تخم مرغ و نان. اینا برای چند نفر شما در نظر گرفتید غذاهایی که فعلا ما پیش روی خود میبینیم؟ خب این خب هم یک نفر کفایت میکنه. خب بازم نظر به خوراک است، کسی دو تا فرمایش میشه، کسی حتی هم یک دارم خوردن میتونه. نظر به خوراک خوبی به یک نفر کفایت میکنه. بسیار عالی، پس خوب است بینندگان عزیز ببینیم که چه قسم آماده میشه طرف طرز تهیه کلاب ساندویچ میریم. خب بینندگان عزیز، ما منتظر عزیزیم که تا کلاب ساندویچ آماده شد و ما همچنان نوشجان بکنیم. بسیار خوشمزه معلوم میشه و طبقه که میبینید سرآشپز هم دستکشایش پوشید که این غذا رو برای ما و شما به تصویر بکشه. بله به نام خدا شروع میکنیم. بگه فعلا نمی سینه مرغ کسی را خوب دوارد میکس میکنیم تا درست در روغن پخته شده بتانه. بسیار عالی. اول باید سینه مرغ با آرد بله. اخته شود. بله بله میکس شود و بعدا در روغن نرمال، به خاطر که اگر روغن بسیار داغ باشه امی گوشت ما خود قاق میکنه و اون مزه را که باید بتن نمیتن. باید گوشت در روغن نرمال پخته شود. حرارتش هم باید نرمال باشه. بله حرارتش هم نرمال باشه. بسیار عالی. خب طبق آن... که میبینیم تقریبا سینه مرغ هم اخته شد و منتظر میمانیم که دیگه چه کارهای لازم هست. خب حال مشکل نیست، یا آماده است میشه که در روغن بانیمش، چون به منظور از این که بهتر پخته شد روغن ما نرمال قبل از قبل آماده شد. بسیار خوب، طبقه که من میبینم این روغنتون نمیتونی یک دیگ مخصوص دیگ، البته نمیتونیم بگیم یک مثل یک ماشینالات مخصوصی هست، یعنی به دیگ های عادی هم میشه این روغن از سرخ بکنیم با آرد مخصوص؟ مشکل نیست، میشه. ده مهمی است که یعنی روغن باید نرمال باشه، نو قدر داغی باشه که بسوزه و نو قدر سردی هم باشه که امو آردی که به حساب داشت میکس کردیم او خود خراب بسازه. بسیار خوب. خب شما از این روغنی که استفاده میکنید یعنی تا چه حد استفاده میکنید بعد دور میندازید؟ خب ای از این حالت یک کم خود اگر خرابتر کرد باز مجبور هستیم که ما ای را تبدیل کنیم، به منظور از این که باز اگر فرض که آشپزخانه ما باز از مشتری ها تقاضایش نیست که به یک روغنی که زیاد استفاده شده باشه ما بتانیم کار کنیم. بسیار خوب، منتظر میمانیم تا ببینیم که سینه مو آماده شود. خب حالا میکنیم که چپسش هم پاکنیم تا همزمان با چپسش آماده شود. خب حالا به خاطر از اینکه از سخت بودن جلو گیری شود کمی سر زیرش میکنیم. خب خدا آماده تر بسازیم.
چیپس که طبقی که دیدیم تقریبا آماده شده بود، اما به نظر من دوباره گرمش میکنه. پس پرسان میکنیم که همچون چیزی اگر چیپس کچالو خام باشه هم امکان داره که نمون لحظه آماده شده یا خیر؟ خب این چیپس شما تقریبا فکر کنم قبل از قبل آماده شده بود، دوباره گرمش کردیم؟ نه خیر، چیپس تقریبا در حدود 40% پخته میشه نیمبند و بعدا مکمل پخته میشه. در اون به منظور از اون اگه یک دفعه پخته شد باز دیگه دفعه در روغن تاشه و چپس اصلا خراب میکنه. خب بسیار عالی، تقریبا دیگه چپس هم آماده میشه. موادوی دیگه ای که اونجا بود بعدا علاوه میشه؟ بله بعدا علاوه میشه دیگه. نمجیدیان سب رازمشال و معرفی خواهد گفتیم براتون. بسیار عالی، پس منتظر میمانیم. بس شده که از پیش تان همی کلاب ساندویچ سوخته باشه یا روزای اولی که میخواستید این غذا رو به منیوی غذاییتون جا بدید چقدر خرابش کردید؟ خب حتما در تا وقتی که گفته اگران تو شکست نخوریده کار ده کس هیچ وقت پیش رفت نمیدنی حتما خراب هم شده. گاهی وقت خواب آمده دیگه باز مشتری ها شکایت کرده، باز دفعه بعد کوشش کردیم که از او بهتر شد. تا وقتی که تانستیم به یک جای بهتره، یعنی یک مقام خوب، یعنی درجه عالی‌تر به مردم بهترین خدمات ارائه رسیدیم. خب او تو وقتی هم شده که شما چند روز پشت سر هم غذاهای بسیار قیمتی را خراب کرده باشید و رئیستان از جیب شخصیتان پول خواسته باشه و بگه از ماشتان کم میکنم؟ نه خیر، به او اندازه نشده، شاید یک روز شده باشه اما چند روز متواتر نشده. میریم طرف نان خشک ببینیم که به نان خشک چی علاوه کرده نیست؟ ماینس هست دیگه، ماینس اضافه میشه در نان و بعدا ترکاری دیگه. ترکاری ما عبارت از رومی هست، خیار شور هست، کاوس. خب این ترکاری ها اگر در یک فصلی وجود نداشته باشه پس کلاب ساندویچ هم آماده نمیشه یا امکان داره با کدام ترکاری دیگه هم آماده شوه؟ خب نخیر، و امر ضروری است باید، یعنی در هر فصلی که از چیز ضرورت است که باید باشه در کلاب ساندویچ. خب باز میتونه از دیگر ترکاری با فرض کن مثل کرم از استفاده شوه و غیره. خب بسیار عالی، تقریبا سینه مرغ هم در روغن میبینیم آماده شده و نان هم نامش واینس. ماینس. بله ماینس، بسیار موادای جدید است چون غذای خارجی هست و زبان ما خیلی اصلا نمیگرده که چی بگویم. باش ببینیم مزهش چطور است، انشالله که طبق نامش هم خوبش باشه. و غذاهای خارجی تازگی ها زیادتر در رستوران ها وقتی ما میبینیم در منوهای غذایی زیادتر جا گرفته و طرفداران خاص خود هم داره. خب فعلا کاهو اضافه میکنیم، فقط در دو عدد نان ما کاهو اضافه میشه و با بقیش میمانه چون به منظور از او که میتونیم باز دسترش. با دو عدد نان گفتید کاهو اضافه میشه، با یک عدد دیگه چی اضافه میشه؟ عدد دیگه دو رقم ساس دیگه است که به نام ماستر ساس و کچه پس اضافه میشه. بسیار عالی، طعم بالاش. خب فعلا چی آماده، چی اضافه میکنید؟ خیار شور است. خیار شور، بله. خیار شور شما خودتان میسازید یا که از کدام جای وارد میکنید؟ این در تمام سوپرمارکت ها میتونن که به دست بیارن دیگه، یعنی آماده وجود داره. بسیار عالی. رومی خوب، رومی خوب در هر جایی میباشه، با رومی خوب بسیار آشناستیم. خب طبق جدید بینندگان عزیز در سر دو عدد نان البته بانجان رومی و همچنان خیار شور و کاهو، بله کاهو اضافه کردن. خب آن دو رقم ساز دارن که چه پس که از خاطر کم مزیش تندتر بسازه و ماینس هست که تمرش بیشتر میتونه خوب تر بسازه. اگر یک کسی دوست نداشته باشه که تون باشه بله. پس یک از مشکل نیست، باز از این شیرین شما از شیرین استفاده میکرد. بسیار عالی، فعلا متوسط هست بدن. خب گفتید با یک عدد نان البته دو قسم
چی اضافه میشه؟ باز دو قسم ساس اضافه میشه که ماست در ساس و کچپ میشه. بسیار عالی. فقط مرحله آخر از این غذا مانده ببینیم که چه قسم آماده میشه و تمام مواد را هم که دیدید آماده شده بود و فقط میکسش مانده. خب ما تخمه ما اضافه کردیم، خب میکسش کردیم، حالا فقط بر چند دقیقه میمونیم چون به منظور ازی که یک چیزی ضروری است در کلاب ساندویچ ما. بسیار عالی. چند دقیقه می کلاب ساندویچ آماده میشه؟ فقط 15 دقیقه، شاید کم بیش وقت نمیگیره. بسیار عالی. خب منتظر میمانیم تا که تخم هم آماده شود. در ترکیب تخم همچنان روغن فراموش نکنید، باید روغن اضافه شود و تخم هم خوب مخلوط شود و داش مانده میشه تا که پخته شود. با حالا چیکار میکنیم؟ خب حالا وقتی که تخم آماده شد تخم میگذاریم در او و بعدا خودم گوشت سینه مرغ که از خوره و بعدا تقریبا خلاص میشه آماده، یک نوشجان کردنش میمونه. ببینیم که چه قسم، ما زیاد بقرار هستیم ببینیم که چه قسم میایه و نوشجان بکنیم. مواد لازمه شه که میبینیم بسیار خوشمزه است و یک بوی بسیار خوشمزه داره. خب میریم ببینیم که تخم آماده شده یا نه. بله تخم ما میبینیم که در حال آماده شدن است. بسیار عالی. تخم میخواییم که نال دیگه باشه. خب تخم باید سر یک چیز دیگه بیندازیم؟ بله این تخته مخصوصی است که حساب بازبار رو میتونیم که اگر در خانه هایتون تخته نداشتید میتونید از یک چیز دیگه استفاده کنید. بله. که شبیه تخته هموار باشه مثل سرپوش دک. بله بله میتونید استفاده بکنید. خب تخم ما رو می اندازه نان بروش میکنیم. بله خب طبقی که شما دیدید بینندگان عزیز، دو دانه تخم مرغ بود همراه روغن سر شد در داش موندیم تا که پخته شود و فعلا با نان مخلوط میشه تا که کلاب ساندویچ آماده شود. خب اگر تخمش بیشتر باشه امی یعنی بسیاری قوی تر میاد و باز هر چقدری که قوی باشه باز قدر خوردن میشه. فقط بعضی ورزشکارا میتونن که بیشتر از تخم نظر به که هر کس دوست داره اگر تخم بیشتر استفاده بکنه میتونه تخم از زیادتر بگیره و اگر دوست نداشته باشن میتونن از یک دون تخم استفاده بکنن. خب حالا مواد لازمه و گس مرچ و نمک. مرچ و نمک بله اضافه میکنیم دیگه. مقصد متوجه باشید که من از تون دوست ندارم. و بعدا نانمی؟ بله. حال امی گوشتی نکنه؟ خب گوشت که قبلا دوستای عزیز دیدید در داشت ماندن و پخته شده فعلا وقتش رسیده که به نان مخلوط شوه. با نان مخلوط شوه. خب سینه مرغ است که بله؟ سینه مرغ است بله. سخاری شدگی است و قبلا آماده شده دخته مانده. خب بعض به خاطر ازی بعضن اگر کسی خوش داره که پنیر بزنه مش مشکل نیست، میشه که پنیر رو اضافه کنه. بله. بعضن به خاطر ازی که بسیار چیز مقوی است قدر زورم که باز خوردن نمیشه هیچ ضرور نیست که پنیر اضافه کنیم. خب بسیار عالی. یعنی پنیر یک از موادی است که میتونیم استفاده بکنیم میتونیم استفاده نکنیم. بله. خب نان آخری را هم میمانیم که آماده شود. آماده شود و بعدا زیتون میمانیم بیش یک دیزاین خاص هم به خود بگیره. خب چند عدد زیتون میتونن علاوه بکنن؟ به خاطر دیزاینش اتا میتونن در این سیستم که به خاطر که مقبول تر می امید دو دانه بسیار کفایت میکنه. بسیار عالی. ضرور نیست. خب طبقی که میبینید کلاب ساندویچ هم آماده شده و نیاز به بعض کارهای دیگه هم داره. ببینیم که چه کارهای دیگه مانده. خب فقط حال گرمش میکنیم بروش میشه و دقیقا و آماده و نوشجان میشه. بسیار عالی. پس ما منتظر میمانیم تا که کلاب ساندویچ هم گرم شده و آماده خوردن شده. خب طبقی که دوستای عزیز شما از اول برنامه در جریان بودید کلاب ساندویچ قسمی که میبینید و قدر هم پخته کردنش آسان نیست، یکم جنجال خود داره، اما بازم میارزه که شما آماده کنید. بسیار غذای خوشمزه معلوم میشه. ما هم نوشجان کنیم ببینیم که واقعا خوشمزه هست یا نه.
خب در قسمت اخیر برنامه امروز قرار داریم، جا داره که پرسان بکنیم که قیمت از غذا چند است. خب نظر به این زحمتش قیمتش هم کمتر است و خیر 180 افغانی است. 180 افغانی، با 180 افغانی میتونید شما یک کلاب ساندویچ از رستوران هم نوشجان بکنید. خب غذا هم آماده شد، میریم نوشجان میکنیم ببینیم که واقعا خوشمزه هست یا نه. ما واقعا بیقرارش بودیم تا که آماده شود و نوشجان میکنیم ببینیم که چقدر خوشمزه است. اول از زیتون شروع میکنیم. واقعا دوست عزیز بسیار خوشمزه است، بسیار خوشمزه است و میارزه که شما هم از این غذا یک بار نوشجان بکنید و در خانه هایتان آماده بکنید. من دیگه این غذا رو نوشجان میکنم ببینم که واقعا گشنه هم شدم دیگه از این غذا سیر میشم یا نه. از این که میبینم شاید سیرم نشم، بسیار گشنه شدم. خب دوستای عزیز، این بود برنامه امروز تلویزیون HW. اگر دوست دارید ویدیوهای جدید ما رو هم تماشا بکنید، میتونید ویدیوهای ما را با دوستانتان شیر بسازید و تشکر خاص میکنیم از کسانی که با ما همکاری کردن و همچنان از سراشپز اینجا که غذای خوشمزه را آماده کردن. تا برنامه بعد که باز هم یک غذای بسیار خوشمزه را به معرفی میگیریم، همه تان را به خداوند یکتا امانت میسپاریم. بدرود.